رزمندگان در هما یک پایگاه اسد را منفجر کردند و 15 تن از شبه نظامیان آن را به اسارت گرفتند. قتل حوالی 20 عنصرا من النظام في حدود 20 تن از نیروهای اسد در انفجار پاسگاه هم را در حومی شرقی هما به هلاکت رسیدند. رزمندگان این انفجار را با کنترل از راه دور انجام دادند. یک افسر با درجه سرگرد کشته شد و درگیری شدیدی بین انقلابیون و نیروهای شبه نظامی در روستای همراه صورت گرفت. روستا از چند محور به تصرف انقلابیون درآمد. در جریان این عملیات 15 نفر از شبه نظامیان اسد دستگیر و تعدادی از آنها کشته شدند. این عملیات با نبردها در اطراف شهر مورک همزمان بود. در رخداد دیگری شهر کفرزیتا و تلمله در حومی شمالی هما توسط بشکه های انفجاری بمباران شد که خسارات فراوانی به شهروندان عادی وارد آورد. رزمندگان سوریه در قنیطره به نبردهای خود با هدف از بین بردن محاصره مناطق حومه شمالی قنیطره ادامه می دهند. اگر رزمندگان این منطقه را به طور کامل به کنترل خود درآورند، مسیرشان تا حومه جنوبی و درعا و تا اردن باز خواهد شد. رزمندگان سوریه در قنیطره بعد از کنترل بر قحطانیه و ایستگاه نظامی آن به نبرد خود برای از بین بردن محاصره روستاهای حومه شمالی ادامه می‌دهند. پیروزی اخیر رزمندگان تسخیر آخرین پایگاه‌های اسد به موازات آزادی روستا و ایستگاه نظامی قحطانیه بود. به نام خدا، با کمک خدا روستای قحطانیه و ایستگاه نظامی اون رو از لوس وجود فرقه های اسد آزاد کردیم. این کار با کمک سایر رزمنده ها در خط میانی انجام شد. جبهه الثوار سوریا و انصار بیت المقدس و الفصائل العامله على ارض القطاع الاوسط. بعد از اعلام این پیروزی انقلابیون می توانند گذرگاه قنیطره را قطع کنند، یعنی گذرگاه مرزی با جولان که نقطه مهم استراتژیک در استان می باشد. اسد تلاش می کنه کنترل این روستا رو دوباره به دست بگیره، به طوری که اقدام به فرستادن نیروی مجهز به تانک و دوشگاه به این منطقه کرد، اما مجاهدین جلوی اونا رو سد کردن و اونا رو متحمل خسارات زیادی کردن. تانک های اسد به روستای حمدیه وارد شدن. این روستا جزء مناطق محرمه و خالی از سلاحه. این کار زیر دید نیروهای سازمان ملل متحد و ارتش اسرائیل صورت گرفت و اونا هیچ کاری نکردند. اگر انقلابیون این مناطق را به طور کامل به کنترل خود درآورند، مسیر آنها از حومه شمالی تا حومه جنوبی قنیطره و تا درعا و اردن باز خواهد شد. قنیطره الشمالی الى الجنوبی وصولا الى درعا والاردن. بر اثر عوارض گازهای سمی که اسد مردم سوریه را با آن هدف قرار می‌دهد، اولین کودک ناقص الخلقه در پایتخت این کشور به دنیا آمد. سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اولین کودک بعد از به دنیا آمدن بر اثر استنشاق گاز سمی توسط مادرش در قوطه شرقی دمشق بلافاصله بعد از تولد جان خود را از دست داد. پزشکان بعد از مشاهده این مورد نگرانی های خود را از تکرار این موارد در شهر هما ابراز کردند. به نظر می رسد نتایج عوارض بمباران های شیمیایی که اثرات خود را در دراز مدت بر روی قربانیان خود می گذارد در قوطه شرقی دمشق ظاهر شده است. نظام اسد دو ماه پیش این منطقه را با گاز سمی سارین مورد هجوم قرار داده بود. نزال شیخانی، مسئول روابط عمومی سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی، خبر مرگ این نوزاد سوری بر اثر عوارض ناشی از گازهای سمی را به اطلاع مردم و مطبوعات رساند.
این نوزاد فرزند فاطمه عبدالغفار ساکن منطقه دوما بود که از ناحیه صورت و سر ناقص الخلقه به دنیا آمد و دلیل آن استنشاق گاز سمی سارین توسط مادرش بود. اليوم نحن لدينا الحاله الاولى في سوريا تثبت عن ولاده طفل مشوه خلقي. نزال شیخانی گفت صحت این گزارش را بالاترین متخصصان بعد از بررسی‌های دقیق تایید و اعلام کردند. گزارش‌های دریافت شده نشان می‌دهد نمونه‌های مشابه در شمال شهر حما و در جنوب ادلب نیز مشاهده شده است. این نمونه‌ها بعد از بمباران این مناطق با گاز سمی توسط رژیم اسد پیدا شدند. این خبر ناگوار باعث نگرانی بسیاری از ساکنان قوطه شرقی شده است که مبادا نسل آینده دچار مشکلاتی از این قبیل شوند، زیرا به گفته پزشکان تعداد زیادی از ساکنانی که در معرض این جنایت قرار گرفتند همکنون از تنگی نفس، تصلب شرائین و سرطان رنج میبرند. احتمال استفاده مجدد اسد از این گازهای سمی در سراسر سوریه با توجه به شرایط لرزان این نظام به صورت جدی مطرح است و این امر بر نگرانی های مردم بیدفاع این کشور مخصوصا مناطق شمالی افزوده است. رغم الطمع مستمرين بمظاهراتنا السلمية تزامنا مع ضربات الجيش الحر الذي يوجهوها لهذا العدو الغاصب. الله أكبر. بإذن الله ما راح نخلي ولا حاجز في البلد، لأنه إحنا أولاد البلد وإحنا اللي راح ندافع عن إخواننا العزل. بهذا رمى علينا وبهذا حررناه، فضل من الله. بر اثر اصابت بمب‌های بشکه‌ای در منطقه ام العمد واقع در جنوب شهر حلب حداقل 12 تن از ساکنان این روستا کشته و 10 تن به شدت مجروح شدند. به انتقام این جنایت رزمندگان ضرباتی به نیروهای اسد وارد آوردند. سقط 12 قتيلا و 10 جرحى في حصيله اوليه. رزمندگان گردان اهل شام با تهاجم به مراکز نیروهای اسد در الزهرا ده ها تن از آنان را به هلاکت رساندند و توانستند چند محور مهم در شمال این منطقه را به کنترل خود در بیاورند. همزمان درگیری رزمندگان در مناطق شیخ مقصود و خالدیه با مزدوران اسد به شدت در جریان است و رزمندگان مستقر در این مناطق به یکی از مراکز مهم دشمن در محله اشرفی یورش بردند و این محل را با آتش مستقیم سلاح‌های خود مورد تهاجم قرار دادند. اصابات مباشره اثر استهدافهم لمعاقل النظام في حي الاشرفيه. رزمندگان مستقر در دیر الزور به فراخوان‌های مردمی برای پایان دادن به جنایات مزدوران داعش در حق مردم شهر رقه و اطراف این منطقه لبیک گفتند. افادت مصادر میدانیه في محافظه فعالان از شهر رقه گزارش کردند رزمندگان آزادی به سه منطقه این شهر شامل روستاهای سوران، ام هویش و زنوبا مسلط شدند. این پیشروی با به هلاکت رساندن ده ها تن از مزدوران داعش و به غنیمت گرفتن سلاح‌های آنها همراه بود. طبق گزارشات سخنگوی رسمی نظامی رزمندگان، مابقی این مزدوران از این مناطق پا به فرار گذاشتند. بر اثر اصرار عشایر منطقه در آخرین اخطار به سرکردگان این مزدوران گفته شد که با به زمین گذاشتن سلاح‌های خود این امکان را دارند که سریعاً از این منطقه خارج شوند. منطقه رقه بیش از یک سال بود که در اختیار مزدوران وارداتی اسد قرار داشت. مزدوران داعش ماه‌ها بود بر بیشتر منطقه رقه در دیر الزور مسلط شده بودند و سعی داشتند منطقه تحت اشغال خود را گسترش بدهند. ساکنان این مناطق مورد بیشترین جنایات و کشتار و اذیت و آزار توسط این وحوش قرار داشتند. رزمندگان برای پایان دادن به این وضعیت با طراحی‌های لازم در قدم اول
به مرکز تجمع این مزدوران در روستای سوان واقع در شمال رقه حمله کردند و بعد از به هلاکت رساندن ده ها تن از آنها و به اسارت گرفتن تعدادی از سرکردگان مزدوران بر این روستا مسلط شدند. بعد از آن رزمندگان برای آزاد کردن دو روستای ام هویش و زنوبا اقدام کردند و با یک تهاجم سریع و برنامه ریزی شده طی مدت زمان کوتاهی تلفات فراوانی را به این مزدوران وارد کرده و این دو روستا را از وجود آنها پاک کردند. در این عملیات برق‌آسا رزمندگان از انواع سلاح‌های تهاجمی برای رسیدن به هدف استفاده کردند. بعد از رسیدن به اهداف مرحله اولیه این عملیات، رزمندگان منطقه خفیفه سالم که یکی از مراکز فرماندهی این مزدوران محسوب می‌شود را به محاصره درآوردند. هیئت هماهنگی نظامی رزمندگان اعلام کرد به مزدوران مستقر در این مرکز برای آخرین بار اجازه داده شد که با برجا گذاشتن تمامی ادوات نظامی خود و در زمانبندی مشخصی سریعا منطقه را ترک کنند. این عملیات هماهنگ در حالی اتفاق افتاد که رزمندگان در نزدیکی دیر الزور به مرکز تجمع این مزدوران حمله کردند و حداقل 15 تن از آنها را به هلاکت رساندند. رزمندگان در ابتدای مسیر نیز 10 تن دیگر از این مزدوران را به هلاکت رسانده بودند. به نظر می رسد این عملیات تا بیرون کردن آخرین بقایای مزدوران داعش از این منطقه ادامه داشته باشد. من نقطه الحبوب العاشره سقط خلالها ما يقارب العشره عناصر من تنظيم داعش. في سياق متصل اعلن وزير الخارجيه التركي احمد داوود اوغلو ان الحكومه التركيه وزير امور خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو در یک موضع‌گیری رسمی اعلام کرد کشورش بر سر منافع مردم سوریه ایستاده است و به کمک‌های خود به انقلابیون سوریه و پناهندگان این کشور ادامه می‌دهد. این اظهارات وزیر خارجه ترکیه بعد از آن صورت گرفت که دو کامیون از کمک‌های این کشور به مردم سوریه مورد تهاجم هوایی قرار گرفت. او گفت ترکیه برای پایان دادن به مشکلات مردم سوریه هر کاری که لازم باشد را انجام خواهد داد. وزیر امور خارجه ترکیه برگزاری نمایش انتخابات ریاست جمهوری توسط اسد را محکوم کرد. منتقدا بذات الوقت تحضيرات نظام الأسد لإجراء انتخابات رئاسية في سوريا. پزشکان شریف سوری همراه با جوانان انقلابی شهر مقاوم حلب نیازهای پزشکی و درمانی این شهر را در زیر بمباران‌ها و حملات رژیم جنایت پیشه اسد تامین می‌کنند. كثرت مجازر النظام في حلب وبلغت من البشاعة حدا يصب فيه غالبا ساکنان شهر حلب با برپایی نمایشگاهی تصاویر و پرونده‌هایی از جنایات اسد را از شروع انقلاب سوریه تا امروز برای بازدید مردم به نمایش گذاشتند. از روز اول انقلاب علیه دیکتاتوری اسد اجساد قربانیان بیشماری را به مراکز درمانی آوردند. پزشکان به همراه جوانان و فعالان این شهر با تأسیس مؤسسه‌ای به نام هیئت پزشکان قانونی اقدام به نشان دادن تصاویر اجساد این قربانیان و انواع جنایاتی که اسد در حق مردم بیدفاع انجام داده کردند. هون صورة للكنزة كمان صورة للبنطلون هذول وجوه غير واضحة أو ما في رؤوس أو يكونوا محروقين بهذا الشكل بالبراميل المتفجرة. این جوانان با تشکیل این مؤسسه برای هر شهید پرونده‌ای تشکیل داده و نحوه به شهادت رسیدن وی را ثبت کردند. وقلت الوثائق التي تثبت هویتهم. انشئت الطباب الشرعيه. یکی از دستاندرکاران این پروژه میگوید اعضای این هیئت به این نتیجه رسیدند که بایستی تمام موارد کشتار و نسل کشی توسط اسد با ذکر دقیق تاریخ و چگونگی آن از روز اول تا همین امروز ثبت و نگهداری بشه. این پرونده برای ارسال به محاکم قضایی و ارگانهای حقوق بشری خیلی لازمه.
چون بسیاری از این قربانیان به دلیل شدت جراحات مجهول الهویه‌اند و قابل شناسایی نیستند. ما همچنین موارد جرایم جنگی و نسل کشی رو در این پرونده ها به شکل واضح آوردیم. دایر کنندگان این مؤسسه همگی بر این عقیده هستند که این کار انسانی باعث می شود بتوان مرتکبین این جنایات علیه بشریت را به دست عدالت سپرد. یکی از اعضای این کمیته می گوید ما در اینجا به کارهای انسانی مشغولیم. مثلا از این ماشین کوچک سوزوکی به عنوان آمبولانس برای حمل مجروحین حادثه و رسوندنشون به این محل استفاده می کنیم. بما انه لا فيه سيارة اسعاف ولا فيه شيء. نحن هون طوعنا عمل انساني بما انه ما في مين مكان يشتغل هالشغله. این کار پزشکان شریف سوری شاید که در حال حاضر زیاد مهم به نظر نیاید، اما نشان می‌دهد مردم سوریه اراده کردند دیکتاتور را به هر قیمت به زیر بکشانند و جنایاتی که البته بر هیچ کس پوشیده نیست را با پرونده‌های قطور برای ارائه به دادگاه‌های بین‌المللی بفرستند. بی‌تردید اسد جنایتکار از پاسخگویی به این همه جنایت راه گریزی ندارد.